گل افروز ابتکار را در این رستوران در غرب شهر کابل ملاقات کردم. او نخستین بانوی است که پس از سقوط رژیم طالبان ماستریش را در علوم نظامی به دست آورده است. بانو ابتکار رای حل تطبیق قوانین را در افزایش شمار زنان در پلیس می داند. خانم ها در بخش های اداری، در بخش های تحقیقی، در بخش های کادر و نیاز هست، ضرورت هست و ما امروز از نگاه کمیت یک ایده پیوسته، اما از نگاه کیفیت، یعنی شما فکر کنید که ما هنوز ممکن 2% افراد مسلکی در دستگاه نظامی نداشته باشیم. گل افروز ابتکار در ولایت دورافتاده دایکندی به دنیا آمده و پس از فراغت از مکتب در رشته ادبیات دری پوهنتون کابل کامیاب شد که آن را نخواند. او ذریعه یک بورسیه تحصیلی به اکادمی پلیس والگاگراد روسیه راه یافت و 7 سال علوم نظامی را فرا گرفت همراه با دانشجویان از 32 کشور جهان. بانو ابتکار میگوید که دولت افغانستان به توانایی های بانوان باورمند نیست. قبلا خانم های البته بوده که اونا معیارهای رهبری را نداشته، اونا مسلکی نبوده و اونا امو اعتمادی که در حسه مسئولیتشان بوده حفظ نکرده و این باعث شده که امروز رهبری وزارت یا رهبری دولت به توانایی بانوان باورمند نباشه. این بانو میگوید که خواهرش نیز در اکادمی پلیس والگاگراد درس میخواند و برادرش از اکادمی پلیس کابل فارغ شده است. او میگوید که به عنوان یک سرباز پلیس آماده است که به مردمش خدمت کند. بعضی از دوستای ما، بعضی از کسانی که همیشه با ما مشاور بودن یا حامی بودن، اونا به این نظر هستند که عدم توجه رهبری دولت به شما، حضور آمریکا در افغانستان و آموزش یا می مدت تحصیل شما در کشور روسیه بودن، اما ما میخوایم واضح بسازم که من یک سرباز پلیس ملی افغانستان هستم، فرزند سرزمین هستم و هیچ وقت به مسائل سیاسی که به نفع کشور ما نباشه نمیپردازم و هیچ موضوع سیاست مربوط ما نمیشن. البته دانش سیاسی خب به حق هر فرد است که باید بیاموزه و من نباید قربانی روابط کشورها شم. در حال حاضر 4% 127,000 پلیس افغانستان را زنان تشکیل می دهند. گل افروز ابتکار می گوید که زنان حضورشان را در پلیس باید تثبیت کنند و نگذارند که دیدگاه های منفی برخی افراد صفوف پلیس را از حضور زنان خالی سازد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل.